مأموریت ندیم، بازگشت به ما قبل تاریخ. ستم شوکه کننده طالبان بالای پنجشیریان که قلب آدم را تکه تکه می کند و خبر که بند بند انسان با شنیدنش سست می شود. مأموریت او بازگرداندن افغانستان به ما قبل تاریخ، از جایی که نه از ترقی و تعالی خبر خواهد بود و نه از تلاش برای همراه شدن با کارمان تمدن بشری، زیرا رفتن دختران به مکاتب و دانشگاه ها الگوی آموزش غربی است که زمین ساز فساد و فحشا می شود. درجه علمی استادان دانشگاه ها را تعداد ماین هایی که شکل می دهد که آنها در جریان جنگ 20 ساله گذشته کار گذاشتند و عقض امتحان از علما به احترامی با آنان به حساب می آید و هرگز نباید این اتفاق رخ دهد. ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان، امتحان گرفتن از اعضای طالبان برای تثبیت رتبه علمی آنها را به احترامی به علما خوانده و گفته که درجه علمی یک مجاهد باید از روی تعداد ماین هایی که گذاشته محاسبه شود. او در ایراد گفته است جوانانی که توانایی دارند و در این جایان افغانستان وقت گذراندن، اگر بخواهند می توانند در امتحان شرکت کنند، اما هیچ جایی برای امتحان از علما و ریش سفیدان وجود ندارد. بر علاوه از مجاهدی که دستاربندی یعنی امامه گذاری کرده و بعد فرمانده و یا ولسوال شد و 20 سال را با مشقت گذران و جهاد کرد، او البته عالم تمام مسائل نیست و شما به او میگویید امتحان بدهید. امتیاز او به تعداد ماین‌هایی که کار گذاشته خواهد بود. او چند روز پیش نیز آموزش دختران به سبک غربی را مخالف اسلامیت و افغانیت خوانده بود. او اخیراً در سخنرانی دیگر درباره امان‌الله خان هم گفت. امان‌الله خان چی کرد؟ به طرف غربی‌ها و کافرها رفت و این قاعده و فرمول را آورد که چرا زنان در خانه نشستن و به مکتب نمی‌روند. این اظهارات عمیقاً هولناک، شدیداً جنون‌آمیز و بسیار هشدارزننده است و نشان می‌دهد که برنامه‌های واقعی طالبان برای امروز و آینده افغانستان چیست. هرگز نمیتوان این اظهار نظر را به یک فرد و تفکرات شخصی ندا محمد ندیم نسبت داد، بلکه این طرز تفکر غالب بر همه سران و رهبران طالبان است و اصولا آقای ندیم صرفاً به دلیل نمایندگی شایسته از همین طرز فکر است که به عنوان سرپرست وزارت تحصیلات عالی در دولت طالبان منصوب شده است. بنابراین مأموریت او بازگرداندن افغانستان به ما قبل تاریخ است، جایی که نه از ترقی و تعالی خبر خواهد بود. این دادگاه های شیخ الحدیث طالبان است که بالاتر از ملا و مولوی عالی ترین مقام علمی در میان ملاهای سنتی و مکتب خانه محسوب می شود که بنابراین اظهارات ندا محمد ندیم در حکم فتوای شرعی است و برای عموم کارگزاران زیر دست او و دیگر ارگان های دولت طالبان واجب الاتباع می باشد. ستم گروه طالبان بر باشندگان پنجشیر، از آزار دکتران و بیماران تا شکنجه به خاطر انفجار. جنگجویان گروه طالبان در ولایت پنجشیر دکتران و بیماران را در درمانگاه ها آزار می دهند. به گزارش اسپوتنیک به نقل از اطلاعات روز، منابع محلی در ولایت پنجشیر می گویند که نظامیان طالبان در درمانگاه ها بی نظمی رو به وحشت خلق می کنند. به گفته منابع طالبان همواره با سلاح و به شکل دست جمعی داخل معاینه‌خانه ها می شوند و دکتران و بیماران را با برخورد نامطلوبشان اذیت می کند. یک منبع که خواست نامش در خبر ذکر نشود گفت جنگجویان طالبان همه روزه با وسایط نظامی و مسلح داخل درمانگاه روخه می شوند و به گفته منبع مسئولان درمانگاه به طالبان می گوید که با سلاح اجازه نیز داخل شوند، اما آنها با برخورد تند وارد می شوند. یک دکتر در درمانگاه چلبستر روخه نیز گفت که طالبان همیشه مسلح داخل و بخشای سین درمانگاه می شود و بدون نوبت نزد دکتران مراجعه می کنند. این دکتر همچنین می گوید که طالبان به این توصیه که تنها یک بیمار اجازه داخل شدن دارد توجه نمی کنند و 6 یا 7 نفر با سلاحهایشان یک جا وارد می شوند و می گویند که این کار طالبان روی بیماران را نیز خراب می کند. یک منبع دیگر از ولایت پنجشیر نیز می گوید که طالبان به هیچ قوانین بهداشتی احترام نمی گذارند و در تمام مراکز صحی و دواخانه ها به گونه غیر اخلاقی برخورد می کنند. اعضای هم یکی از کارمندان ریاست صحت عامه طالبان در پنجشیر می گوید که قطعات نظامی طالبان حق ندارد وارد مرکز صحی غیر نظامی شوند و باید خود نظامیان در این ولایت کلینیک نظامی داشته باشند. به گفته این منبع دارو برای ولایت پنجشیر بر اساس نفوذ این ولایت ارسال می شود، اما 17 کندک نظامی طالبان که در پنجشیر مستقر هستند از سم مردم استفاده می کنند و می افزاید که به این دلیل پنجشیر با کمبود دارو مواجه است.
در همین حال پس از یک انفجار در پنجشیر جنگجویان گروه طالبان دست به دستگیری باشندگان پنجشیر زدند. منابع گفتند که این انفجار شب گذشته پنجشنبه در حومه های روستای فروبل در همجوری مقام ولایت پنجشیر رخ داده است. روستای فروبل با مقام ولایت پنجشیر فاصله نزدیک دارد و توسط رودخانه پنجشیر از هم جدا شده است. طالبان بارها این روستا را تلاشی کردند. به گفته منابع جزئیات بیشتر در مورد محل وقوع رویداد و تلفات احتمالی برخواسته از آن در دست نیست، اما باشندگان محل میگویند که در تاریکی شب تنها صدای انفجار را شنیده و در مورد محل آن چیزی نمیدانند. منابع از روستای فروبل مرکز ولایت پنجشیر میگویند که طالبان صبح امروز به این روستا آمده و به مردم هشدار دادند که در مورد محل انفجار و افراد دخیل در آن معلومات بدهند، اما مردم در پاسخ گفتند که در این مورد چیزی نمیدانند. به گفته منابع طالبان همچنین به مردم هشدار دادند که اگر در این مورد ادعا ندهند آنان را لتکو و زندانی خواهند کرد. با این حال منابع افزودند که فشار طالبان برای اعتراف اجباری مردم نتیجه نداده و اعضای این گروه تمام خانه ها را تلاشی و با مردم بدرفتاری کردند. مسئولان ملی طالبان در پنجشیر تا کنون در این باره دیدگاهشان را بیان نکرده است. یادآوری میکنیم که جنگجویان گروه طالبان در شمار از مراکز درمانی در ولایت پنجشیر هنوز هم قرارگاه نظامی دارند. منابع میگویند که طالبان در روزهای نخست درگیری‌هایشان در امبولانس‌ها، موترهای خدماتی درمانی و شمار تجهیزات قیمتی مراکز درمانی را با خود بردند و این کمبودها تا حالا رفع نشده است. یک کودک در ولسوالی ارگون پکتیکا کشته شد. منابع محلی در ولسوالی ارگون پکتیکا میگویند که یک کودک به گونه فجیع در این ولایت به قتل رسیده است. این کودک 6 سال سن داشت، روز شنبه 19 قوز به قتل رسیده است. منابع میگویند که این کودک روز گذشته از نزدیکی خانه‌اش در ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا ناپدید شده بود. جسد این کودک صبح امروز در حال پیدا شد که به گونه فجیع با ضربات و چاقو و سنگ به قتل رسیده بود. نزدیکان این کودک میگویند که خانواده وی با هیچ کس خصومت ندارد. هنوز انگیزه قتل این کودک روشن نشده است. ادامه خبر: در چنین شرایط آینده را از زمین اکنون میتواندید. آینده همان دیروزه که از آن به عنوان دستاوردهای بی ساله یاد میشود. نه، بلکه دیروز به مثابه ما قبل تاریخ، روزگاری که افغانستان هیچ نسبتی با ترقی و تمدن نداشت و به جای علم و دانایی وحشت و بربریت بر آن حاکم بود. طالبان نمایندگان همان جریان هستند و آمدند تا افغانستان را به قهقرهای بازگشت ناپذیر ببرند. نگاه تحقیرآمیز آنان به ذات زن و نابودی غیر قابل تحمل تحصیل دختران به تنهایی تمام منظومه فکری طالبان را توضیح می‌دهد و موضع‌گیری ترسناک سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان نیز جای هیچ تردید و ابهام در این زمینه باقی نمی‌گذارد که مأموریت واقعی ندیم و دیگر همدستان او در دست دولت طالبان بازگرداندن کشور به ماقبل تاریخ است. نکته مهمی که نباید از آن غفلت کردین است که این چیزی است که پاکستان به طالبان سپرده است. به بیان بهتر، همان گونه که عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان گفته بود که در دفاع از ممنوعیت آموزش دختران توسط طالبان گفت که این بخش از فرهنگ و سنت مردم افغانستان است و جهان باید به آن احترام بگذارد. در حال حاضر و در آینده نیز رهبران طالبان از سوی اسلام آباد مأموریت دارند تا به اندازه این باور خرافی و انحرافی را تکرار و تجدید کنند که همه جهان بپذیرد که به واقع آنچه از سوی طالبان صورت میگیرد فرهنگ سنتی مردم افغانستان است و نباید در برابر آن مقاومت کرد. تشکر که تا این دم با ما بودید. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم.